بر طریقه برنامه‌تون، تعدادی در جمل جمع شدن با یک دعوت، با یک عنوان، عنوانی که افرادی که جمع شدن که طلحه و زبیر و ام المؤمنین عایشه اونها را دعوت کردن بیاین بصره، اون نفس اون دعوت چی بود که تعداد کثیری جمع شدن و اون هدف چی بود، نیتشون چی بود، به باشه که گرداگره اون قضیه جمع شدن. و میبینیم که قبل از این که این قصه جمل به اصطلاح اصفهانی یا حلو بگیره، یعنی خیلی گرم بشه جنگ، یه جنگ کوچک اول اتفاق افتاده، یه درگیری اتفاق افتاده، تا و وقت حضرت علی هم نبوده، مدینه بودن، تا اومدن از مدینه بیان برسن بصره، بعد که اومدن متقابلا سفارایی کردن دو جبهه در مقابل هم دیگه، و جنگی اتفاق افتاده است که سرها از تن جدا شده است، دستها از تن افتاده است، بدنها تکه پاره شده است. این بر چه اساسی بوده است که حضرت علی اون چیز رو داشته تر گفتی، حضرت علی فرمود است که اینا دوست برادران ما بودن، بر بحث کردن یه همچه اصطلاحی که فرمود. ببینید آقای رضایی، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره حجرات آیه 8 می‌فرماید که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه مؤمن با هم دیگر جنگیدن، وظیفه شما چی است؟ فاصلحوا بینهما، شما چیکار کنید؟ در بین اونها صلح بیارید. فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر یک گروهی بر گروه دیگری بغاوت کرد، فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، تا اینکه گردن نهد به امر الله سبحانه و تعالی، یعنی چیکار بکند؟ صلح بکند. پس الله متعال میفرماید که دو گروه مؤمن امکان داره که با هم بجنگن، دو گروه مؤمن امکان داره که با هم بجنگن. سیدنا طلحه، سیدنا زبیر و ام المؤمنین محبوبه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فکر میکردن که بر حق هستن. به خاطر چی؟ به خاطر میگفتن که باید علی رضی الله تعالی عنه، امیر مؤمنان، این کسانی را که دور و برش هستن و اینها در قتل خلیفه مسلمانان دست داشتن، اینا را خودش دور بکنه، چون همین آتشی را که اینها به پا کردن روزی دامنگیر علی هم میشه، و این کار شد. و همانطوری که عثمان را به شهادت رسوندن، علی را هم به شهادت رسوندن. متوجه شدید آقای رضایی؟ پس امکان داره که دو گروه مؤمن با هم بجنگن. حالا در جنگ که نمیان حلوا پخش بکنن اونجا، یا نمیان که اون گاز اصفهان پخش بکنن تو جنگ، اونجا سرها رو میزنن، یعنی سر از تن جدا میشه. در جنگ این چیزها اتفاق میفته، اینا با هم جنگیدن. و الله متعال میگه دو گروه مؤمن امکان داره با هم بجنگن. و من اگر متوجه شده باشید، اون حدیثی رو که از کتاب قرب الاسناد خدمتتون نشون دادم، الان یک بار دیگه اگر به صفحه تلویزیون نگاه کنید نشون میدم که امام باقر میفرماین که از پدرشون روایت میکنن که ان علی علیه السلام کان یقول لأهل حربه، از علی به کسانی که باش میجنگیدن میگفت که، یا به لشکرش میگفت که ما انا لم نقاتلهم على تكفير لهم ولم نقاتلهم على تكفير لنا، ما نه اونها رو به خاطری که ما رو کافر میدونن میجنگیم و نه اونها ما رو کافر میدونن به خاطر این با ما میجنگن، ولكننا راينا على الحق، ما فکر میکنیم که ما بر حق هستیم، و راو انهم على الحق، على حق، و اونها فکر میکنن که اونها بر حق هستن. بفرمایید آقای رضایی. بله، با توجه به گفتار شیوای و زیبای شما که بیان فرمودید و فرمودی قرآن کریم میفرماید که دو طائفه از مؤمنان بینشون وقتی نزاعی میشود، پس امکانش هست که بین دو طائفه از مؤمن اختلاف بشه، جنگ میشود. قرآن ملاک ایمان رو مشخص فرموده است، اینهایی که جمع شدند اطراف دعوت طلحه و زبیر را پذیرفتند و گرداگرد اونها جمع شدند، بر چه اساسی جمع شدند؟ گفتند می رویم که حضرت علی را که خلیفه
منتخب است و منتصب است او را از خلافت عزلش کنیم. در کجا گفته این را؟ در کجا گفته این؟ نم دم سوال میکنم این را نگفتن که گفتن میخوان بریم میخوان بریم خونخواهی عثمان خلیفه مقتول کنیم از علی ابن ابی طالب. درسته نه؟ نه از علی ابن ابی طالب نه، از علی ابن ابی طالب نه، از کسانی که در لشکر علی پنهان شده بودند و ادعا می کردن که پیرو علی هستند، مانند خیلی از شیعیانی که امروز به دروغ ادعا می کنن که پیرو علی هستند اما پیرو علی نیستن و شما اونا رو می شناسید. اینا اومدن که اصلا برای جنگ نیومده بودن، اصلا هدف جنگ نبود، اینا اومده بودن که ای علی تو همینایی که همین قاتلینی که امروز در لشکر تو هستن تو اینا رو تحویل ما بده که ما اینا رو قصاص بکنیم. اصل هدف این بود، هدف این نبود، اصلا حضرت علی هدف نبود، هدف کسانی بود که در لشکر حضرت علی پنهان شده بودن و عمونهایی بودن که حضرت علی در نهروان اونها رو کشت بدن. اون چه که از لابلای صفحات تاریخ مشخص است و متفقیم ما همه مسلمانان، این که در زمانی که قتل خلیفه سوم در مدینه اتفاق افتاد ام المؤمنین در مدینه تشریف نداشتن. درست. ببینید آقای رضایی من نمیخوام ما از موضوع خارج بشیم. الان ببینید هدف ما چی است. ما اهل سنت میگیم یا ایها الناس، ای برادران و خواهران عزیز شیعه، بیایید که با هم وحدت داشته باشیم، وحدت علوی. حضرت علی میفرماید که مخالفین من که با من جنگیدن سرها را از تن جدا کردن و ما سرهای آنها را از تن جدا کردیم برادران ما بودن. انما المؤمنون اخوه، برادران ما بودن. حالا درسته که با ما جنگیدن و ما با آنها جنگیدیم، اما اونا فکر میکردن، اجتهاد کرده بودن که بر حقن و ما هم اجتهاد کردیم که ما بر حقیم. ما چی میگیم برادر عزیز؟ هدف ما از ذکر این روایات این است که یا ایها الناس بیایید ما یک نوع وحدت علوی در بین مسلمانان ایجاد بکنیم. شمای شیعه، من سنی، بیایید با هم برادر باشیم، حقد، کینه، عداوت، دشمنی نسبت به هم دیگه نداشته باشیم. حالا هر چی شما بخواید لابلای تاریخ ثابت بکنید، نه الا و بلا که صحابه و علی با هم دشمن بودن و ما هم امروز باید دشمن باشیم و این سلسله تا قیام قیامت باید ادامه پیدا بکنه. اگر شما دلیلی بر این دارید که حضرت علی مخالفینشان را، کسانی که با ایشان جنگیدن، طلحه، زبیر، ام المؤمنین عایشه، بقیه صحابه یا در جنگ صفین مثلا معاویه و غیره که با ایشان جنگیدن، آنها را تکفیر کرده باشند، به آنها نسبت نفاق داده باشند، به آنها توهین کرده باشند، به آنها لعن و نفرین کرده باشند، همچین سندی دارید؟ من سندم این است که اون چی که رسول خدا در جنگ‌ها شمشیر کشید در مقابل دشمنان خودش، مخالفین خودش، همونطور حضرت علی هم جنگ‌های آقای رضایی، سوال من این نبود، شمشیر کشیدن، ما در این هیچ اختلافی نداریم. آیا حضرت علی مخالفینشان را تکفیر کردن، نسبت نفاق دادن، به آنها لعن و نفرین کردن؟ دلیل در کجا گفته؟ بفرمید. اگر چنان که قبل از اینی که این جنگ به متارکن دامید و به اصطلاح لشکر ام المؤمنین عایشه متواری شد و قصه تموم شد، اگر قبل از این قضیه یکی از اطرافیان حضرت علی دستش به ام المؤمنین عایشه رسیده بود و او رو کشته بود، آیا چه قصه ای اتفاق میفت؟ یک برعکس، یکی از حواریون نه که دوربر طلحه و زبیر بودن، یکی از ما دستش به حضرت علی رسید و حضرت علی رو کشته بود، این قصه چه اتفاقی میفتاد؟ آقای رضایی من تشکر میکنم از شما، تشکر میکنم. برادر عزیز ببینید، ما در خواب و خیال زندگی نمی کنیم. من از شما سوال واضح کردم، آیا سیدنا علی مخالفینشان را تکفیر کردن، متهم به نفاق کردن، به آنها لعن و نفرین فرستادند؟ جناب انصاری، تا انسان طرف خودش را تشکر میکنم از شما آقای رضایی، فرصتمون خیلی کم است،
فرصت من خیلی کم است. اگر جوابی برای سوالات من داشتید، هفته آینده در خدمت شما خواهم بود. آقای رضایی، دوست عزیز از اصفهان، تشکر از شما.